انتشار جزئیاتی از فشار بر اعضای خانواده میرحسین موسوی نرگس موسوی فرزند میرحسین موسوی در گفتگو با سایت خبری جرس نزدیک به مخالفان دولت گفته که این فشارها تا جایی بوده که همسر او تن به جدایی از او داده است خانم موسوی در این گفتگو گفته که پیش از شروع حصر پدر و مادرش مأموران وزارت اطلاعات همسر سابقش را تقریبا هفته یک بار می بردند و بازجویی می کردند. تهدیدش می کردند و به او برای طلاق فشار می آبردند. نرگس موسوی در این حال از کتک زدن همسر خواهرش، اخراج خواهرش که استاد دانشگاه است و عدم وجود امنیت شغلی برای خود گفته. روز 23 بهمن ماه نرگس و زهرا موسوی، دختران میرحسین موسوی برای ساعاتی بازداشت و پس از مدتی بازجویی آزاد شدند. محمد حسین کروبی فرزند مهتی کروبی هم در همان روز بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. به گفته خانم موسوی معموران برخورد تندی با او داشتند و در بازجوییها ها به ویژه از فعالیت های سایت کلمه که اخبار میرحسین موسوی را منتشر می کند و چگونگی نوشتن نامه مشترک خانواده موسوی و کروبی پرسیدند. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز 18 دی ماه با انتشار بیانیه‌ای از انتخابات به گفته آنها مهندسی شده سخن به میان آورده و به حصر غیرقانونی و غیر انسانی والدینشان اعتراض کرده بودند. هزید. همزمان با آغاز سومین سال روز حصر خانگی موسوی و کروبی، مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و دولتهای غربی هم به تداوم این بازداشتهای خانگی اعتراض کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، ادامه بازداشت این افراد و اذیت و آزار اعضای خانوادهشان را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر آنها شده. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه گفته که آمریکا نگران محدودیت‌های اعمال شده بر برخی گروه‌ها و زندانی کردن رهبران سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است. پیش از این اتحادیه ای اروپا، فرانسه، بریتانیا، شیرین عبادی و شش گروه حقوق بشری از جمله اف بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند کوروش صحتی صدای آمریکا